سلام، من علی هدایتی هم سال 94 سکته کردم، سکته قلبی، تو بیمارستان لواسان تو سرخسار دو شب اونجا بودم. بعد دیگه از من خواستم آنژیو کنم، آنژیو نکردم، اومدم یه سری داروهای یه آقای دکتری دیگه داشتیم که از کانادا بود، اونا رو مصرف کردیم تا با آقای دکتر وزیرتبا آشنا شدیم. وقتی آشنا شدیم داروهای آقای دکتر وزیرتبا رو گرفتم، مصرف کردم. تو 4 ماه اولی که مصرف کردم دیگه حالم دیدم داره رو به خوبی پیش میره. بعد حتی یه روز من خودم اومدم آزمایش کنم، امتحان کنم، رفتم از فلکی اول تهران پارس تا در خونه دویدم، اومدم دیدم الحمدلله هیچ مشکلی ندارم، نفسم هم خوبه، قلبم هم هیچ مشکلی نداشت. بعد عرض کنم خدمت شما آزمایشم آخرای 96 دادم، آزمایش کلی و نوار قلب با 94 کلی فرق کرده، همه چیز رو به خوبیه. من همسر آقای هدایتی هستم. سلام میکنم حضور همه عزیزان. میخواستم بگم که آقای هدایتی والا سال 94 سکته قلبی کردن. یه دفعه از بیرون اومد تو مترو، حالش بد شده بود، منتها تحمل کرده بود، خودشو رسون تا خونه. تا که در خونه رو باز کرد یه دفعه افتاد. دیگه با پسرم هر دوتا بلند شدیم بردیمش بیمارستان. تا رسوندیم اونجا گفتن که خیلی موردش اورژانسیه و یعنی تو راه که رفتیم یه سکته دوم دوباره زده بود خیلی. یه دفعه دیگه اصلا در حالت نیمه هوشیار بود که رسوندیمش بیمارستان. تا رسیدیم اونجا دیگه بلافاصله دکتر رو ریختن دورش و اینا، اومدن همه بردن و بهش این دستگاهاشون رو بس کردن، مانیتورها رو بس کردن و شروع کردن اسکیل زدن. که اونو در حینی که داشت اسکیل میگرفت یه دفعه آسپیره کرد و حالت تهوع پیدا کرد و آسپیره کرد و یهو رفت، کلن رفت. که دیگه من خودم واقعا اون موقع حالم خیلی بد شد که دیدم که اینجوری شده. بعد اصلا هوش خودم رفتم که همه میگفتن تو اون فاصله دوباره همه پرستارا و دکترا اومدن و احیا کردن آقای هدایتی رو و برش گردوندن. بعد خیلی حالش بد بود، خیلی شدید. در اون حینم تمام این زبون و ایناشو همه رو گاز گرفته بود، کبود شده بود. بعد صورتش اصلا کلن کبود شده بود به خاطر آسپیره شدنش. بعد هیچی دیگه اومدن گفتن که تا فردا صبحش دیگه بیهوش بود، اصلا هوش نبود. تا بردن داخل سی سی او توی بیمارستان لواسانی، اونجا که رفتیم گفتن که دکتر اومد دیدش و گفت که باید حتما آنژیو بشه و حدود 80-90% عروق قلبیش گرفته. که ایشون طبق معمولی که اصلا هیچ اعتقادی به پزشکا و بیمارستان نداره زیر بار آنژیو نرفت. خیلی حالش بد بود، اصلا خیلی شدید میگو نه من نمیرم، من نمیذارم منو ببرن اتاق عمل آنژیو کنن. به هیچ عنوان قبول نکرد. هرچی دکترها اومدن دور و برش رو گرفتن گفتن خب الان تو با این شرایط اصلا نمیتونستم راه بره، نمیتونست حتی بیسته، اصلا تو تختم جا به جا شدن براش خیلی سخت بود. بعد خلاصه داد و بیداد و که من میخوام برم خونه، باید منو ببرین خونه که اگه هر اتفاقی هم میخواد بر من بیفته من میخوام تو خونه باشه. دیگه دکتر براش نسخه نوشت و ما دوباره ایشونو با آمبولانس، یعنی با دیگه دکتر رضایت از من و 4 تا پسرام رضایت گرفتن، گفتن با این شرایط فقط میتونیم ببرینش. که ما رضایت دادیم و دیگه ایشونو آوردیمش خونه با آمبولانس. آوردیمش خونه و از مثلا فکر کنی از اینجا خیلی معذرت میخوام تا دستشویی که مثلا 20 قدم هستش ایشون باید 3 دفعه مینشست
تا بتونه یه دستشویی بره. خیلی حالش بد بود. بعد این موضوع گذشت، یه دو سه سالی هی داروهای دکترارم نمیخورد حقیقتش. هم چربیش بالا بود، هم فشار خونش تون تون بالا میرفت، همین که بعض وقتا قندش پایین و بالا میشد، بعد مشکل تنفسی خیلی شدید داشت. بعد اینا رو باشون هی کشدار و مریض تا میکرد، تا اینکه یه دکتری رو بهمون معرفی کردن، گفتن خب اون داروی گیاهی میده، داروهای گیاهی، اونو راضی شد که مصرف کنه. اما حالش همچنان بد بود، مثلا تا یه چیزی میخورد بلافاصله فشارش میرفت بالا، یعنی کامل درمان نشده بود. تا اینکه با آقای دکتر وزیر تبار آشنا شدیم ما، که برنامه‌هاشون البته ما سالها بود میدیدیم، اما نمیدونستیم که اینقدر روی مثلا بیماری قلبی هم تأثیر داره. تا اینکه یه برنامه خاص از ایشون دیدیم که در مورد بیماری های قلبی بود و توضیح میدادن که چطوری عروق ترمیم میشن. برای همین تصمیم گرفتیم که اینو امتحان کنیم، چون واقعا دیگه خسته شده بودیم که آقای هدایتی تا مثلا یه غذایی یه کوچولو ناپرهیزی میکرد فشار خون بلا فاصله میرفت بالا، بدنش ورم میکرد، دست و پاش ورم میکرد، اصلا حالش بد میشد، چربی خونش میرفت بالا. ما اومدیم با آقای دکتر برنامه هاشون رو میدیدیم، گفتیم خب حالا اینو امتحان کنیم، اینجور که میگن با سلولای بنیادی ترمیم میشه کامل عروق، چون عروق به هر حال آسیب دیدن از بین رفتن. ما این داروها رو گرفتیم، همسرم 6 ماه مصرف کرد و خیلی مؤثر بود، یعنی سر 4 ماه بود که تقریبا میگفت که من احساس میکنم خیلی حالم خوبه و واقعا جوون شدم. خیلی خوشحالم از این بابت، دست آقای دکتر درد نکنه. الان دیگه حتی ایام عید با بچه ها پسران مسابقه هم میداد با من، که من باختم البته به ایشون و ایشون از منم جلو زد. حالا منم دیگه خلاصه خیلی ناراحت شدم، گفتم حالا که اینجوریه منم باید یه سری از این داروهای دکتر رو بخورم. دکتر گفته هیچ ضرری نداره و تمام سلولا رو بازسازی میکنه. منم الان شروع کردم، حدود 1-2 ماه دارم این دارو رو میخورم و واقعا خوبه. از همه عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن، باور کنین اصلا دکتر وزیری تبار اینقدر خودشون آقا و مهربان و دلسوز هستن که از این دلسوزیشونه که دارن تلاش میکنن برای هموطنانشون. خواهش میکنم بهشون اعتماد کنین، چون خیلی 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 داروهاشون مؤثر بوده. ما که خیلی راضی هستیم و معجزاتش رو دیدیم. همسرم دیگه فشار خونش بالا نرفت به هیچ عنوان، چربی خونش اصلا بالا نرفت. الان آزمایشات قبل و آزمایشات این جدیدش رو اگه ببینین که عکس گرفتن نشونتون میدن، ببینین کلی با هم دیگه فرقشه. و آزمایشات اخیری هم که گرفت که قبل از عید بود، اصلا نه، یعنی نه چربی خون دارن، نه فشار خون دارن، نه قند دارن، هیچ مشکلی ندارن. امیدوارم این داروها رو مصرف کنین و شما هم به نتایج عالیش دست پیدا کنی. من از آقای دکتر و همکارانش واقعا تشکر میکنم. حتی چند روز پیشم که تلفنی با ایشون داشتم صحبت میکردم، همش دارم دعا میکنم خدا خیرش بده، خدا هر چی میخواد بهش بده. واقعا این تن سلامتی که برای من رسونده، خدا ازش راضی باشه. منم همینجور، منم از آقای دکتر وزیری تبار و همکارانشون و آقای دکتر دراپا که زحمت کشیدن و با تلاشای شبانه روزیشون به همچی پدیده‌ای دست پیدا کردن که تونستن خیلی از بیماران رو از این مریضی و درد و ناراحتی نجات بدن، واقعا سپاسگزارم. همین که همسرم و کاری کردن که از زندگیش بتونه لذت ببره و من و بچه هاشم راضی باشیم و ببینیم سلامتیشو، از همه دستاندرکاران، دکتران عزیز و خانم حکاک مهربونم تشکر میکنم.